روز پنجشنبه دوم مهر ماه همزمان با عید قربان منابع رسمی عربستان سعودی خبر دادند که در جریان برگزاری بخشی از مراسم حج در منا تعدادی از زائران در اثر ازدحام جمعیت کشته شدند. سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی آخرین آمار قربانیان مراسم رمی جمرات در منا را بیش از 450 نفر اعلام کرده که بر اثر ازدحام جمعیت و زیر دست و پا کشته شدند. شمار زخمی های این حادثه بیش از 700 نفر گزارش شده است. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت مرگ 41 زائر ایرانی و مجروح شدن 60 تن دیگر در این حادثه را تایید کرده است. صدها هزار تن از مسلمانان از نقاط مختلف جهان برای برگزاری مراسم حج به عربستان سعودی سفر کردند. مراسم رمی جمرات که در آن حجاج به سوی استوانه‌های سنگی به عنوان نماد شیطان سنگ پرتاب می‌کنند، آخرین مرحله از مراسم حج محسوب می‌شود. رسانه‌های عربستانی گزارش دادند که در مراسم روز پنجشنبه صدها هزار زائر حضور داشتند. خبرگزاری آلمان این تعداد را نزدیک به 2 میلیون نفر اعلام کرده است. این دومین حادثه عمده برای زائران مراسم حج است که ظرف کمتر از 2 هفته در عربستان سعودی رخ می‌دهد. روز 20 شهریور نیز در جریان سقوط 1 دستگاه جرثقیل در مسجد الحرام مکه 107 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. 11 نفر از کشته شدگان زائران ایرانی بودند. حضور چند صد هزار نفر برای انجام مراسم حج در گذشته نیز با حوادثی همراه بوده است. در سال 2006 میلادی بیش از 360 زائر در هنگام اجرای مراسم رمی جمرات به خاطر ازدحام جمعیت کشته شدند. در حالی که روز پیش از آن هم بیش از 70 نفر در اثر فرو ریختن 1 هتل در نزدیکی مسجد الحرام جان خود را از دست داده بودند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز چهارشنبه اول مهر بر سر افزایش کمک‌های انسان دوستانه به پناهجویان در خاورمیانه و کشورهای همسایه به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، توافق رهبران اروپایی در حالی در بروکسل رخ داده است که همچنان اختلافاتی درباره نحوه تقسیم 120 هزار پناهجو و شیوه کنترل مرزها وجود دارد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست بروکسل اعلام کردند قصد دارند کمک‌ها به کشورهای همسایه سوریه را از طریق سازمان‌های وابسته به ملل متحد افزایش دهند و به همین منظور برای پرداخت 1 میلیارد دلار به توافق رسیدند. در این حال کشورهای اروپایی توافق کردند کنترل‌های مرزی خود را در برابر موج پناهجویان افزایش دهند. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا که تدابیر تازه را در بروکسل اعلام میکرد گفته است هدف از این نشست پایان دادن به اتهام زنی اعضا علیه یکدیگر بوده است. آقای تاسک با این هشدار که بزرگترین موج پناهجویان و مهاجران هنوز از راه نرسیده گفت همکاری برای حل مسئله حیاتی است. رئیس شورای اروپا همچنین خبر داد 4 میلیون سوری به کشورهای همسایه گریختند و در نتیجه صحبت از میلیونها پناهنده بالقوه است که تلاش دارند فقط از سوریه خود را به اروپا برسانند. آقای تاسک گفت در مورد نحوه کنترل مرزها نگرانی هایی به وجود آمده است. نگرانی در این مورد که حوزه آزاد شنگن با افزایش کنترل های مرزی ممکن است با خطر روبرو شود. در نشست بروکسل همچنین رهبران اتحادیه اروپا موافقت کردند که مراکزی برای رسیدگی به وضع متقاضیان پناهندگی در کشورهایی که در خط مقدم این بحران هستند ایجاد کنند. مرزهای دریایی جنوبی اروپا به ویژه یونان و ایتالیا و مرز خاکی مجارستان از مهمترین نقاطی است که پناهجویان در راه این قاره خود را به آنها می‌رسانند. عمده پناهجویان قصد دارند پس از گذشتن از این مرزها به سفر ادامه داده و به کشورهای غرب یا شمال اروپا بروند. آلمان از مهمترین این مقاصد اصلی به شمار می‌رود، جایی که انتظار می‌رود تنها در سال جاری میلادی تا 1 میلیون پناهجو وارد آن شوند. بنابر گزارش‌ها رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده است کشورش 100 میلیون یورو طی 2 سال کمک خواهد کرد.
نخست وزیر بریتانیا نیز از پرداخت 100 میلیون پوند خبر داده است. همچنین بنابر مسببات نشست روز چهارشنبه، کمک بیشتری در اختیار لبنان، اردن و ترکیه گذاشته خواهد شد که از سال 2011 محل پناه گرفتن میلیون ها سوری بودند که از جنگ داخلی این کشور می گریزند. همزمان پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک جهان، در میان استقبالی کم سابقه در آمریکا از لزوم پناه دادن به پناهجویان و مهاجران سخن گفت. پاپ فرانسیس توجه به موضوع مهاجران و پناهجویان را به عنوان وظیفه اولیه کلیسا توصیف کرد. رهبر کاتولیک های جهان در این حال گفت جوامع و قصبات کلیسای کاتولیک تحت ورود گسترده مهاجران لاتین به آمریکا ممکن است دو دسته و دچار اختلاف شوند. پاپ فرانسیس خود زاده آرژانتین و نخستین پاپ لاتین تبار در کلیسای کاتولیک است. پاپ در این حال خواستار مبارزه با جرایم جنسی و پایان دادن به آزار و اذیت جنسی کودکان از طرف کشیش‌های کاتولیک شده و میگوید این جرایم هرگز نباید تکرار شوند. سخنرانی پاپ در کلیسای جامع سنت متو با استقبال دست کم 25 هزار نفر همراه شده که داخل کلیسا و اطراف آن جمع شدند. پاپ فرانسیس ملاقاتی 45 دقیقه‌ای و خصوصی نیز با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا داشت. پاپ فرانسیس روز پنج شنبه دوم مهر در کنگره ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد. گفته می شود وی پس از شرکت در نشست همگانی سران در سازمان ملل متحد در روز جمعه، در روز یک شنبه راهی فیلادلفیا می شود، جایی که انتظار می رود جمعیت 1.5 میلیون نفری در انتظار دیدار و سخنرانی او باشند. شبکه خبری NBC آمریکا اعلام کرده به گزارش فوق محرمانه ای دست یافته که نشان می‌دهد آژانس امنیت ملی آمریکا از محمود احمدی نژاد و هیئت همراه او در سفر به این کشور جاسوسی می‌کرده است. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه اول مهر ماه منتشر شده، آژانس امنیت ملی آمریکا در یک عملیات گسترده از اتاق‌های هتل و تلفن‌های همراه رئیس جمهوری پیشین ایران و هیئت 143 نفری همراه او در جریان سفر سال 2007 به نیویورک جاسوسی کرده است. این گزارش می‌افزاید که در جریان این جاسوسی گسترده صدها مکالمه شنود شده و اطلاعاتی درباره شبکه‌های اجتماعی رهبری ایران به دست آمده است. بنفشه کنوش، مترجم رسمی آقای احمدی نژاد در نیویورک، به NBC گفته است او و دیگر اعضای هیئت مطمئن بودند که تحت شنود قرار دارند و بر همین اساس نیز رفتار می کردند. این گزارش همچنین به نقل از تحلیلگران سابق اطلاعاتی می گوید ایالات متحده احتمالاً باز هم از رهبران خارجی مانند حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت می کند، جاسوسی خواهد کرد. همزمان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که در نیویورک به سر می‌برد، روز چهارشنبه اول مهر ماه در واکنش به انتشار این گزارش آن را غیرمنتظره ندانست و گفته این مسئله تعجبی ندارد. در سند 3 صفحه‌ای فوق محرمانه گفته شده در آن زمان جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا به آژانس امنیت ملی این کشور دستور داده در جریان سفر ماه سپتامبر احمدی نژاد به نیویورک اقدام به جاسوسی از وی و هیئت ایرانی کند. در پی این درخواست هیئت 11 نفره قضات مربوط به این گونه عملیات‌ها اجازه انجام اقدامات لازم را صادر کرده است. هرچند در این سند اشاره مشخصی به اینکه اتاق‌های هتل محل اقامت هیئت ایرانی مورد شنود قرار گرفته نشده است، یک مقام ارشد سابق دولت آمریکا تایید کرده که این شنود انجام گرفته است. هدف از انجام این عملیات نه فقط مطلع شدن از مکالمات احمدی نژاد و هیئت همراه وی، بلکه همچنین کشف شبکه‌های ارتباطی مقامات ایرانی بوده است. بر اساس این گزارش، تیمی متشکل از 5 یا 6 تحلیلگر از ساعت 4 بامداد تا 11 شب مشغول ضبط و پیاده سازی مکالمات بودند. به جز تماس‌های تلفنی، این افراد با استفاده از یک فناوری خاص تماس‌های تصویری که از طریق اسکایپ و ویدیو کنفرانس انجام گرفته را نیز رهگیری و شنود کردند.
این تیم روزانه حدود 2000 مکالمه ضبط شده را تحلیل کرده است. از جمله تحلیل‌های انجام شده بررسی نوع ارتباطات مقامات ارشد ایرانی با یکدیگر و شبکه‌های موجود میان آنها بوده است. هدف از این اقدام دریافتن این موضوع بوده که به عنوان مثال احمدی نژاد بیشتر به کدام یک از دستیاران و مشاوران خود تکیه دارد و قدرت کدام یک از آنها بیشتر است. پیش از این نیز گزارش‌هایی از جاسوسی ایالات متحده آمریکا از ارشد ترین مقام‌های جمهوری اسلامی حتی در داخل ایران منتشر شده بود. از جمله بر پایه اسنادی که ادوارد اسنودن کارمند پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا منتشر کرده، این سازمان در عملیاتی پیچیده سفر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به استان کردستان در سال 88 را به دقت شنود کرده است. در جریان این عملیات نه تنها سخنرانی آقای خامنه‌ای بلکه مکالمات بیسیمی محافظانش، خلبانان و کارکنان هواپیما یا هلیکوپتری که او سوار می‌شده نیز شنود شدند. بر اساس این اسناد سازمان امنیت ملی آمریکا زمانی که از سفر رهبر جمهوری اسلامی به کردستان باخبر شد، مأموریتی با ادوات پیشرفته جاسوسی ترتیب داد. آقای روحانی پنجشنبه دوم مهر ماه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد و مورد بدرقه محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی و اسحاق جانگیری معاون اول وی قرار گرفت. قرار است آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. آمریکا در انتقاد از سیاست روسیه در قبال بحران سوریه هشدار داد که استفاده مداوم روسیه از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد مشروعیت نهاد سازمان ملل متحد را به مخاطره خواهد انداخت. خانم پاور در مصاحبه‌ای با نشریه بریتانیایی گاردین با اشاره به بن‌بستی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با بحران‌های سوریه و اوکراین با آن برخورد کرده است گفت آمریکا و دیگر کشورها بیش از پیش تلاش می‌کنند که این بحران‌ها را از طریق نهادهای دیگر حل کنند. سخنان خانم پاور در 70مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و در حالی مطرح می شود که شورای امنیت تا کنون نتوانسته کاری در قبال بحران سوریه انجام دهد. بحرانی که به مرگ بیش از 220 هزار نفر و آوارگی حدود 11 میلیون نفر منجر شده است. اعضای شورای امنیت هنوز درباره اقدامی که باعث توقف این کشتار بشود به اجماع نرسیدند. روسیه به عنوان متحد بشار اسد رئیس جمهور سوریه تا کنون 4 بار از حق وتوی خود استفاده کرده تا اجازه ندهد هیچ قطعنامه‌ای در رابطه با سوریه به تصویب برسد. استفاده روسیه از حق وتو در قبال بحران اوکراین نیز تکرار شده است، جایی که روسیه با حمایت از جدایی طلبان به یکی از طرفین اصلی درگیری‌های نظامی تبدیل شده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بحث تئوری داروین را درباره شورای امنیت سازمان ملل متحد به کار برده و گفت اگر جزئی از یک بدنه درست عمل نکند آدمها آن را رها کرده و به سراغ جزئی دیگر می روند. خانم پاور گفت اگر این مسئله جز سوریه و اوکراین باز هم رخ بدهد آن وقت ما با یک مجموعه کاملا از کار افتاده مواجه خواهیم شد و این به طور حد موقعیت و اعتبار و کارکرد شورای امنیت به عنوان قاضی اسلحه امنیت بین المللی را به مخاطره خواهد انداخت. در همین حال خبرگزاری رویترز اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه را منتشر کرده که گفته است واشنگتن بیشتر از قبل موضع مسکو در قبال بحران سوریه را پذیرفته است. آقای لاوروف در این باره به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از آغاز دوباره مذاکرات نظامی میان دو کشور بر سر بحران سوریه اشاره کرده است. همزمان آنگلا مرکل صدراعظم آلمان اعلام کرد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید در هر گونه مذاکرات احتمالی برای ایجاد صلح در آن کشور شرکت داده شود. وی همچنین تأکید کرد که شرکای منطقه‌ای از جمله ایران و عربستان سعودی هم باید در روند ایجاد صلح حضور داشته باشند. ایران مستقیماً در مذاکرات پیشین صلح سوریه در ژنو که نهایتاً به سرانجامی نرسیدند حضور نداشت. البته در زمان دومین دور از مذاکرات دبیرکل سازمان ملل از ایران دعوت کرد
اما مخالفت کشورهایی مانند عربستان سعودی نهایتاً به کنار گذاشته شدن ایران انجامید. خبرگزاری فرانسه گفته های تازه خانم مرکل را نرم شدن موضع قدرت های غربی در برابر حکومت مرکزی سوریه تلقی کرده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این گفته بود اسد باید در نهایت کنار گیری کند، اما این موضوع لازم نیست فوراً و در میانه جنگ داخلی آن کشور رخ دهد. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا نیز گفته های مشابهی را مطرح کرده است. موضع فرانسه از سرسخت‌ترین مخالفان اسد در اروپا همچنان تندتر از عمده همپیمانان غربی آن کشور است. فرانس باولان رئیس جمهوری فرانسه گفته است آینده سوریه با حضور اسد ممکن نیست. همزمان مرضیه افغان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات جان کری گفت اظهارات وزیر خارجه آمریکا در دعوت از ایران به ایفای نقش سازنده در سوریه فرافکنی و خلاف واقعیت‌های بحران سوریه است. تهران حامی عمده نظامی و مالی رژیم اسد در سوریه در منطقه به حساب می‌آید. هجوم شبانه ماموران امنیتی به منزل مسکونی شاپور رشنو از فعالان سیاسی ملی مذهبی شهر اندیمشک به سقط جنین همسر این فعال سیاسی منجر شده است. یکی از نزدیکان این فعال سیاسی روز چهارشنبه اول مهر گفت ماموران امنیتی که احتمالاً از اعضای واحد اطلاعات سپاه پاسداران بودند ساعت 1 بامداد چهارشنبه هفته گذشته 25 شهریور ماه به منزل مسکونی شاپور رشنو در اندیمشک حمله ور شدند و او را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی انتقال دادند. در جریان بازداشت این فعال سیاسی ملی مذهبی، همسر او که حدود 3 ماه باردار بود، بر اثر ترس و فشارهای عصبی ناشی از حمله نیروهای امنیتی، فرزند خود را از دست داد. همسر شاپور رشنو چند روز به دلیل سقط جنین در بیمارستان بستری بوده است. همزمان با بازداشت شاپور رشنو، ماموران امنیتی و اطلاعاتی شماری دیگر از فعالان سیاسی ملی مذهبی شهر اندیمشک را نیز بازداشت کردند. به گزارش سایت ملی مذهبی، نیروهای امنیتی با هجوم به منازل فعالان مدنی و کارگری شهر اندیمشک دست کم 10 نفر از جمله علی محمد جهانگیری، خانم رحیم خانی و علی نجاتی از فعالان سندیکای کارگران 7 تپه را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، عزت‌الله جعفری، یکی دیگر از فعالان مدنی و ملی مذهبی اهل اندیمشک که در شب بازداشت این افراد در منزل حضور نداشت، با مراجعه به نهادهای امنیتی و معرفی خود بازداشت و به جمع بازداشت شدگان اضافه شد. همچنین خانم رحیم خانی در روزهای گذشته و با سپردن قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شدند. اتهام بازداشت شدگان روشن نیست، اما گفته می شود پرونده اتهامات این افراد به شعبه 3 بازپرسی شهر اندیمشک ارسال شده است. در تحول دیگر، دفتر کار رضا خندان، روزنامه نگار و همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع ایرانی، به دستور دادستانی تهران پلمب شده است. رضا خندان روز سه‌شنبه 31 شهریور با اعلام این خبر در صفحه فیسبوک خود نوشته است: پلمب در ساعتی اتفاق افتاد که من در دفتر کارم نبودم. من و نسرین جهت پیگیری مزاحمت و تهدیدهای تلفنی که 3 ماه بود درگیر آن بودیم، به دادسرای قدس و کلانتری رفته بودیم. بنابر این یادداشت، علاوه بر دفتر کار آقای خندان، دفتر کار تمامی افرادی که در ساختمان بودند نیز بدون دلیل پلمب شده است. همچنین دفتر شرکت تولید فیلم که پروانه رسمی کار داشته و متولی ساختمان است، پلمب شده است. آقای خندان نوشته است: 3 روز پیش افرادی از سوی پلیس امنیت به ساختمان هجوم برده، تمامی افراد حاضر در ساختمان از جمله ارباب رجوع‌ها را به همراه کامپیوترهای موجود در ساختمان با خود برده بودند.
10 نفر پرسنل و ارباب رجوع را تا پاسی از شب بدون کوچکترین توضیح و تفهیم اتهامی در پلیس امنیت و مراکز دیگر نگهداری می کنند. آقای خندان گفته است پلیس امنیت به یکی از دوستان گفته است که ما خودمان نیز از این شیوه و برخورد که به ما ابلاغ شده است گیج شده ایم. نسرین ستوده پیشتر در سال 2010 به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. وی از اوت 2010 تا سپتامبر 2013 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین به سر برد و پس از آزادی بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا مجوز وکالت وی از سپتامبر 2014 به مدت 3 سال باطل شد. شب گذشته به ابتکار گزارشگران بدون مرز و همینطور مرکز فرهنگی ژرژ پومپیدو با کمک شهرداری در صحن بیرونی برای کمتر از یک هفته مجسمه ای رو قرار دادند که یکی از این صندلی ها به ابتکار و سمبل آزاد نگه داشته شده تا همطور که خواهید دید هر کس بتونه در این صندلی به عنوان مدافع آزادی و حق بیان بنشینه. این سه صندلی به ترتیب سمبل جولیان اسانج مبتکر سایت ویکیلیکس، برادلی منینگ روزنامه نگار و همینطور ادوارد سنودن که در اداره اطلاعات امریکا کار میکرد و دانسته‌هایش رو عمومی ساخت اختصاص داده شد. البته دیشب بودن کسانی که او رو فاصله دار با اخلاق و تعهد اداری میدونستند، اما از آنجا که گزارشگران بدون مرز آسمانی فراتر و آزادی مشترک و بدون مرز رو دنبال میکند، خبررسانی رو برای همه یک وظیفه میداند. این سه صندلی همطور که گفته شد به این سه نفر اختصاص داده شده و صندلی چهارم جای ویژه هر یک از کسانی است که بخواهند مدافع آزادی و حقوق بشر باشند و همطور که حدس میزنید از همان لحظه اول آبرین با نشستن بر روی این صندلی با صفهای طولانی عکس میگرفتند. این مجسمه رو داوید دورمینو مجسمه ساز ایتالیایی ساخت است. البته رضا معینی مسئول بخشی از گزارشگران بدون مرز و همینطور کریستوف دولوار مطالبی رو ایراد داشتن و همینطور خانم کاترین دونوف که احتیاج به معرفی ندارد نوشته ای رو از خانم ایرن فراشون قرائت کرد. در مورد خانم ایرن فراشون میدونید که او یکی از افشا کنندگان یک مؤسسه دارویی و یکی از داروها بود که در زمان اتفاق بسیار سر و صدا کرد و اهمیت اون بر کسی پوشیده نیست. همونطور که در ابتدای گزارش هم گفته شد در هفته آینده شنبه 5 اکتبر این گزارش رو به طور کامل میتونید در زیر آسمان پاریس مشاهده کنید. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره که به زندان محکوم شده بودند عفو کرده است. دفتر ریاست جمهوری مصر روز چهارشنبه اول مهر اعلام کرد رئیس جمهوری فرمان عفو محمد فهمی و باهر محمد خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره را امضا کرده است. چند روز پیش گزارش شده بود که این دو همراه با پیتر گرسته تبعی استرالیا به حبس محکوم شدند. سال گذشته رئیس جمهوری مصر با استفاده از اختیارات ویژه پیتر گرسته را از مصر اخراج کرد و محکومیت اخیر او به طور غیابی صادر شد. مشخص نیست که آیا رئیس جمهوری مصر او را نیز مشمول عفو قرار داده است یا نه. پیتر گرسته تبعی استرالیا محمد فهمی رئیس دفتر الجزیره در قاهره دارای تبعیت دوگانه مصری و کانادایی و باهر محمد خبرنگار و تبعی مصر در اواخر دسامبر سال 2013 بازداشت و به عضویت در یک سازمان تروریستی کمک به این سازمان پخش اخبار کذب در مورد تنش سیاسی در مصر و فعالیت روزنامه نگاری بدون داشتن مجوزهای لازم متهم شدند. اشاره به سازمان تروریستی در این پرونده گروه اخوان المسلمین است که چند ماه پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر در تابستان سال 2013 توسط دولت مصر به ارتباط با یک رشته حملات علیه نفرات ارتش و پلیس متهم و یک سازمان تروریستی اعلام شد.
سال گذشته محاکمه 3 خبرنگار شبکه الجزیره برگزار شد و دادگاه با مجرم شناختن هر 3 نفر برای پیتر گرسته و محمد فهمی هر کدام 7 سال و برای باهر محمد 7 سال حبس به اضافه 3 سال به جرم داشتن مهمات محکوم کرد. ظاهراً باهر محمد چند گلوله را که در جریان تظاهرات ضد دولتی شلیک شده بود یافته و آنها را نگاه داشته بوده. اوایل سال جاری محمد فهمی با تسلیم شکایتی علیه شبکه الجزیره به دادگاه‌های کانادا خواستار دریافت خسارت به مبلغ 100 میلیون دلار کانادایی شد. او شبکه الجزیره را متهم کرده است که در مورد شرایط محل کار اطلاعات لازم را در اختیار او قرار نداده و به اصل مسئولیت کارفرما در قبال امنیت کارکنان عمل نکرده است. بازداشت و محاکمه این 3 خبرنگار انتقاد شدید نهادهای بین المللی و درخواست شماری از کشورهای غربی برای آزادی آنان را در پی آورده و وکلای این 3 نفر نحوه رسیدگی به پرونده را غیر قابل قبول دانسته بودند. برخی ناظران بازداشت و محاکمه این 3 خبرنگار را جنبه ای از فراز و نشیب در روابط مصر با قطر تلقی کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در رأس هیئتی سیاسی روز گذشته وارد مسکو شد. اگرچه افتتاح بزرگترین مسجد اروپا یعنی مسجد جامع مسکو در آستانه عید قربان پوشش خبری گسترده‌ای رو داشته، اما آنچه محور نخست گفتگوهای اردوغان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود، قربانگاهی به نام سوریه است که این روزها بحرانش دامنگیر غرب هم شده. ابتدا در مورد مسجد جامع مسکو باید بگم که این مسجد البته مسجد جدیدی نیست، بلکه قدمت اون به سال 1904 میلادی برمیگرده. این مسجد در محوطه 19000 متری بنا شده و ظرفیت پذیرش 10000 نفر رو داره که از ویژگی‌های مسجد مجلل هستش. همینطور مسجد جامع مسکو در دوران اتحاد جماهیر شوروی که فعالیت بسیاری از مساجد در این کشور ممنوع بود، تنها مسجدی بود که در مسکو میتونست فعالیت داشته باشه. اخیراً بازسازی مسجد با حمایت مالی ترکیه و چند کشور اسلامی انجام گرفته با هزینه بالغ بر 4,600,000 دلار و جالبان که بخش از این هزینه رو دولت خودگردان فلسطین تقبل کرده. به همین دلیل هم در این سفر همراه با آقای اردوغان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم حضور داشته. اما آنچه سفر آقای اردوغان به مسکو رو با اهمیت کرد، نه افتتاح مسجد بلکه گفتگو بر سر بحران سوریه هست که این روزها وارد مرحله جدیدی شده. مشخص است که دیدگاه ترکیه نسبت به سوریه و حاکمیت آن زاویه شدیدی با همپیمانان سنتی اسد یعنی روسیه داره. تحرکات چند هفته اخیر روسیه در سوریه برای ترکیه بسیار حائز اهمیت هستش. ترکیه برخلاف مسکو و تهران خواهان پایان حاکمیت اسد بر این کشور است و خب اگرچه این روزها موضع روسها و ایران در قبال اسد کمی تغییر کرده، با این همه حال ترکیه تمایل داره که این دو متحد در واقع دست از حمایت رژیم سوریه بردارن. جدای از این مسائل مورد اختلاف سیاسی ترکیه و روسیه، البته در حوزه اقتصاد این دو کشور روابط گسترده‌ای رو با هم دارن، به ویژه در حوزه انرژی. بیشترین واردات گاز ترکیه از روسیه هستش و اخیراً حتی روس‌ها قول دادن که گازی به مراتب ارزان‌تر از ایران به ترک‌ها بفروشن. همینطور بحث انتقال خط لوله گازی مسکو به اروپا که ترکیه رو به گذرگاه مهمی در این زمینه تبدیل خواهد کرد، به همین دلیل هست که وزیر انرژی ترکیه هم آقای اردوغان رو در این سفر همراهی میکنه. اما در مراسم افتتاح مسجد جامع مسکو که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم شرکت داشت، همینطور آقای اردوغان به موضوع پناهجویان اشاره کرد. و این جمله لئو تولستوی نویسنده نامدار روس رو یادآور شد که گفته بهترین شغل در زندگی انسان نیکی به دیگران هستش. در این ارتباط رئیس جمهور ترکیه از مواضع برخی کشورهای اروپایی انتقاد کرد و گفت که راه حل بحران آوارگان بستن مرزها به روی اونها نیست. و همینطور به حضور 2 میلیون آواره سوری که در ترکیه حضور دارن اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به این آوارگان شده.